یه روز که همراهی مگه بارون بگیره، نه نم بارونم میتونه چتر ماشه، نه نم بارونم میتونه چتر ماشه. یه شب که بی سقفی مگه همسایه باشیم، با من و تو مهتاب میشه هم خونه باشه، با من و تو مهتاب میشه هم خونه باشه. یه خونه غرق غصه است، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جدا شه اون یکی از دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. پاییزو یه بهار میبینم، جز تو کی میتونه گل گل خونه باشه، جز تو کی میتونه گل گل خونه باشه. وقتی که تنهایی ما رو از هم نگیره، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه، هر جا که ما باشیم میتونه خونه باشه. یه خونه غرق غصه است، یه خونه جای خنده، یکی میخواد جدا شه اون یکی تازه دل میبنده. یه روز روز جدایی، یه روز روز رسیدن، یه روز به دل نشستن، روز دیگه روز دل بریدن. خب آرزم به حضورتون که اینا فقط گفتم خب خب به جمالت درست صحبت کن آقا حسن زاده. این در رو باز کن، یه هوایی به سر کله اینا بخوره، خواب از سرشون بپره. جناب سهرام، آدمی زاده جلو همه چی میتونه واسه، جلو خواب نمیتونه واسه. جدی میگم، میخوام بگیریم بخوابیم فردا بیام خدمتتون. ها اگه میتونستین تا فردا صبر کنین، چرا نصف شبی پاشیدین اومدین اینجا؟ جناب سروان، ما اومدیم اینا رو تحویل بدیم که فرار نکنن، وگرنه تو باقی قضایا عجله ای نداریم. بگی بالا این سرامو ما رو تحویل بدی؟ جناب سروان، اینا باندن ها، جدی میگم؟ چته؟ مونو بگیم بالا بینا. خودشونو مثل مادر فرزند در آوردن که کسی شک نکنه بهشون. به روح پدرم اگه اینا مادر و فرزند باشن، دکو مدرکتون اگه راست میگین مدرکی شناسنامه چیزی نشون بدین. کی گفته ایشون بچه منه؟ آها دیدین؟ زد زیرش. جناب سروان، اینا دارن میپیچونن، من اصلا بچه این خانم نیستم. اصلا کی گفته هستم؟ چه نسبتی با این خانم داری که این وقت شب باهاشی؟ نسبتشون شرعیه، فقط یه هوا اختلاف سن دارم. سرامتو بگیر بالا بیمزه. میگی بالا اونو؟ بالاخره شما سه تا پاتون از اینجا بیرون میذاری، یه اختلاف سنی نشونتون بدم حالتون جا بیاد. آج خانم، شما کتا بیاد. جناب سروان، من خستم، 24 ساعت تو هواپیما، فرودگاه، خیابونا، حالا هم که اومدم خونم با این سه تا قلچما روبرو شدم. حسن زاده، من بفرمایید قربان. یه چایی واسه آج خانم بیار، خستگیش دره، یه دونه برای من بیار. اطاعت امر. خب دیگه، تا من نپرسیدم کسی حرفی نمیزنه. کی زد تو کله تو؟ این جناب سروان. بچه‌ام، این خانم من اصلا نمی‌شناسم به جون خودم. بفرما. اصلا از بیخ منکر شو. حرف نزن. تو سرو به تو بگی والا.
جناب سروان، خانم خودشون شاهدن، من کمکشون کردم براشون رو بردیم دم در خونه. همچین که در رو وا کردیم دیدم یه دونه چماق انقدری نواخته شد تو کلم، چهار تا بقیه انقدری هم خوردم. آخه این درسته جناب سروان؟ تو هم با میله آهنی زدی تو کله این که 14 تا بخیه بخوره. 4 از 14 میشه چند تا؟ 10 تا. حالا ما با 10 تا بخیه اضافه چیکار کنیم؟ اونو بنده نزدم. به کی زد؟ رفیقاش؟ نه جناب سرمان، خودش زد. اصلا این خانم میتونه میله به اون سنگین رو بلند کنه بکوبه تو ملاج ما؟ خجالت نکش. آدم اگه خانم کتک بخوره زشت نیست. زشت اونه که آدم با 80 کیلو وزن یه میله بخوره تو مغزش، بعد با 14 تا بخیه نتونه اون قارچو ببنده. متشکرم. دم شما گرم. خوب حالشو گرفتی. اساسی. بفرمایید. شما بفرمایید. خب حاج خانم، چایتونی که خوردین تشریف میاریم بازداشتگاه تا ایشالله تحقیقات کامل بشه و تکلیف شما هم روشن. یعنی چی جناب سروان؟ یعنی این خانم محترم پاشو بره زندان؟ ای بگی بالا اونا. جناب سروان، از نظر من اشکالی نداره. اگه من زندان نرم جایی رو ندارم برم. این وقت شبم هتل و مسافرخونه خوبم که گیر نمیاد. پس مجبورم برم یه مسافرخونه علکی که با زندان هیچ فرقی نداره. جناب سروان، این ستا خونه این خانم رو تملک کردن. خونه مال این خانم، مال خودشه. بنازم دو نفریتون اومدین خونه ما دزدی. حالا صابخونه هم شدین؟ شما ستا تو خونه من بودین، بعد ما دزدیم؟ عنایت بفرمایین، شما تو خونه ما بودی یا ما تو خونه شما؟ خونه به نام کدوم یکی از شماست؟ هیچ کدوم، ما مسجریم. جناب سروان، خونه به نام منه، اصلا کل آپارتمان به نام منه. پس بفرمایید آقای دشتی بوغه دیگه. آقای دشتی دیگه کیه؟ صاحب خونه ماست، ما خونه رو از اون اجاره کردیم. پس تمام آتیش‌ها از گور دشتی بلند میشه. این آقای دشتی به چه اجازه‌ای باید شما رو اجاره دادن به اینا؟ جناب سروان، آقای دشتی مباشر منه. قرار بود در غیاب من واحدای خونه منو اجاره بده به زن و شوهرای جوان، اجاره هاش هم برام بفرسته اونور. یه واحدم برای من نگه داره. برای الان میبینم که ورداشته واحد منو به این سه تا قلچماق اجاره داده. سه تا نه و پنج تا. دو تا بچه ها رفتن کنار دریا. چجوری جاتون شده تو اون خونه؟ مهربون زندگی میکنی مادر بزرگ. جناب سروان، اصلا قرارشون این بوده که خونه رو به متأهلا اجاره بدن نه به مجردها. پنج تا مجرد به زور جامون شده اون تو. متأهل که باشی میشیم 10 تا. 9 ماه بعد میشیم 15 تا. تو پنجامت آپارتمان میشه 15 نفر زندگی کرد؟ اگه میشه چشم. همین فردا صبح ما میریم زن میگیریم. شما ناراحت نباش آج خانم. اگه ما شلوغ پلوغیم در عوضش باقی خونه ها خلوت خلوت هم. فقط زن و شوهرهای جوان توش زندگی میکنن. حسن زاده؟ بله قربان. آدرس و نشونی اینا رو با یه مدرک معتبر ازشون بگیرین تا صبح با دشتی بیان اینجا. اطاعت. مسعود جان، کمک کنی چمدونا رو تا دم زندان بیاریم مادر. جناب سروان، زندون تو کجاست؟ نمیخواد. فعلا بازداشت نیاز نیست. یعنی چی جناب سروان؟ نه، یه تجدید نظر کنید شما. من نصف شبی خانم کجا ببرم آخه؟ جناب سروان، هیچ راهی نداره من امشب اینجا بمونم؟ نه، برید هتل. البته منزل ما هم هست، ولی خب منزل شما نه، منزل خودم. منزل خودتونه، قابل شماره نداره. ولی ما قرارداد داریم با آقای دشتی، رند دادیم دستش. باشه باشه باشه، تکلیف شما هم فردا روشن میشه. دارم براتون. بهش ما هم داری برای شما. آقا رو خوش اومدی. بفرم بابا اونو بگیم بالا، من زبونم مو داره. شب بخیر جناب سر. رو اجازه. بفرمایید خانم، بفرمایید. ماشین اونجاست. خانم شما شب تا صبح کجا میخواییم بگذرونیم؟ فکر الان باش، بعدن و بعد روش فکر میکنیم. خب فکر الان هم دیگه، مگه کار دیگه ای هم مونده؟ علال حساب شما باید یه جایی رو پیدا کنید که شب به صبح برسونید. همین میگم، فکر الان باش.
یعنی تو گشنت نیست؟ آخ گفتی خانم دارم میمیرم از گشنگی. منم والا دارم ضعف میکنم. اون غذاهای لاستیکی تو هواپیما که قابل خوردن نبود. بریم یه جایی چیزی بخوریم. آخه کجا بریم نصف شبی؟ کله پاچه خور هستی؟ ایول مگه شما هستین؟ مهمون من. میبرمتون یه جایی که تا حالا تو خوابم ندیده باشین. میشه تو تهران کله پاچه فروشی باشه و من نرفته باشم؟ ما چاکریم خانم. بفرمایید بفرمایید. آقا در صندوق رو واکن ببین. آقا دوتاش عقب جا نمیشه. اجازه بده یکیشو بذارم تو. بله خب زود باش. ببخشید اش کنم. اجازه بده من اینو بذارم. بزن در صندوق تو. بفرمیشم. ببخش. زود باش. بفرم. آقا یه نوار باحال میذاری تخت گاز میری شوش کله پزی ادیسون. چشم. بفرم بریم. باسلوخ بدش می اومد. رفیقتون چشه؟ هیچی بابا. پاچه برید تو گلوش. لقمه رو درش برداشته بود. آخه یه ساعته اخوپیف میکنه. اگه خوشش نمیاد بره بشینه تو پیاده رو. اون خوشش نمیاد. عاشق کله پاچه است. تو یه جفت چشم از اون درشتا و سیاه بردار بیار اینجا ببین چه جوری برات میخوره. اونم چشم. انصافاً کله پاچه سمیزه. تکه. آدرس رستوران و پیتزا و نمیدونم کله پزی خوب و بعد از آدم مجرد پرسید. آدم مجرد بدبختش تو این دنیا دنبال یه چیزه. اونم اگه گفت این چیه؟ غذای خوب. غذای خوبم غذای خونگیه. غذای خونگیرم زن خونه میپزه. ببینم راستی تو زن عقد کرده ای نامزدی چیزی نداری؟ چرا اینا هاش؟ اون چیه؟ جای داغ. اون که مثل جای دندون سگه. سگ چیه؟ اینو خودم گاز گرفتم واسه ترک سیگار، ولی اینو داغ گذاشتم که دیگه به زن و زندگی تحت هر شرایطی چی نهندشم. یعنی زن بی زن. معلومه متحمل شکست عشقی شدی. به شدت. به اندازه لقمه‌ای که سر همین میز خوردیم. راستی چقدر خوردیم؟ نوش جونتون خانم. ببخشینا جسارته. گفتم اگه اجازه بدیم من بیرون منتظرتون باشم تا شما تشریف میارید. کجا؟ یه سفارش تو بخور. بشین بشین. به 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 چه چشمای خوشگل و قشنگی. بفرمایید بفرمایید. بخور دیگه بخور خانم. بفرمایید. بذار برات لقمه بگیرم. بیا اینه هو باغ لباس. بیا از من. از کجا رفت؟ تو ناراحت نشو آقا جون، این اصلا با شیرمیجات مشکل داره. رفت قابلمه‌شو بیاره، چشم هر چی گوسفند در بیاره برای واسه زن و بچه‌اش. بفرمایید. راستی خیلی با نمکی ها. چاکریم، دیگه تو خدا این نمک هم که به ما نداده بود که تو این دنیا ول معطل بودیم خانم. مسعود خان ببینی حسابمون چقدر شده. چشم. عباس آقا جونم این حساب ما چقدر شد؟ قابلی نداره. قابل نداره یعنی چقدر؟ 7200. 7200 دلار قبول میکنین؟ کله پاچه و دلار. مسعود خان شما حساب بکنین بعد من بهتون میدم. من؟ بله باشو چشم. چیزه عباس بچگی چیم بره کیفم تو ماشین الان میتونم براتون میارم. ای بابا
عجب آدم چیزی این بیرزنه. بریم آقا مسعود. چی رو بریم؟ باید گلو کله پاچه رو حساب کنیم. ببین من فکر کردم که اگه گلو کله پاچه رو من حساب کنم بعدا دیگه روم نمیشه ازش بگیرم، ولی تو که ازش طلب داری، خب بیا این کله پاچه رو هم حساب کن، بعد با هم دیگه یه جا بگیر، چون اگه اینجوری پخش پله بشه دیگه شاید به تو هم چیزی نرسه. آقا مسعود شما هر چقدر که بفرمایی من حاضرم بدم، ولی زودتر اینجا بریم. خیلی خوب، پس 7200 فعلا بده، بعد بذار رو حساب خانم دیگه. بده چش شما همه رو بده بیاد دیگه. 3 4 5 6 همه رو بده بیاد. اینم از شما دست درد نکنه، زودتر فقط. بفرمایید. ممنون خانم. طبقه ششم، اتاق 601. متشکرم. خواهش میکنم. شما چند شب میمونید؟ فعلا یک شب. فعلا یک شب. دست شما درد نکنه. خواهش میکنم. این آسانسورتون کدوم بره؟ متاسفانه آسانسور خرابه. ای وای. پس اگه میشه لطف کنید این کارگرتون بگید بیاد کمک کنه، این بار و بندیل رو ببره بالا، خیلی سنگینه. ایشون هم خوابیدن، نمیتونم صدا شما کنم. خب پس اگه میشه طبقه اول یا همکف یه اتاق بدید که اینا رو ما نبریم شیش تا برن بالا. هتل کامل پره، فقط طبقه 6 خالیه. خب پس برم بگم راننده بیاد کمک کنه اینا رو ببره بالا دیگه. گناه داره مادر جون، اون دل رودش ریخته به هم، چی رو بری صداش کن؟ خودمون میبریم. خودمون با هم؟ بله اونتایی. بله ای بله. بفرمایید. خانم میخواید کیفتونم من بیارم براتون؟ نه مادر جون زحمتت میشه. راست شما درد نکنم. نمیدونستم دشتی اینطوری از آب در میاد. بله. 601. 601 خانم. آره رسیدیم الحمدلله. خواهش میکنم. بله خانم من هیچی میخواستم بگم که میخواید دلاراتون رو من ببرم فردا چنج کنم که مشکل خرید نداشته باشین؟ اتفاقا خیلی فکر خوبیه. بله الان میرم میارم. دست شما درد نکنه. همش همینه؟ بله. دست شما درد نکنه. دست شما هم درد نکنه. شبتون بخیر. شب بخیر. شب بخیر. راستی مسعود خان؟ بله. شما کارت شناسایی تصدیق چیزی همراهتونه؟ بله، چطور؟ میدین تا صبح پیش من بمونه؟ بفرمایید لطف کنید خودتون چنجش کنید. حالا چرا ناراحت شدی پسرم؟ بگو ندارم. دست شما درد نکنه. شبت بخیر. بله خانم جان. بله خانم جان. بله
خلاصه ناصر جون شبی بود به یاد ماندنی. خوشم میاد که خیلی خرید. واسه چی؟ بابا جون کتکی زدن تو کلانداری واسه پرونده درست کردن، کلی اسباب اساسی واسه جون حمالی کردی، تایش یه دست کله پاچه بهت دادن. عجب شب به یاد ماندنی. دل باقیشو خبر نداری؟ زمان خانم $500 بهم داد که ببرم واسه چنجش کنم. پس نگو شب به یاد ماندنی، بگو خره به یاد ماندنی. اونا تا عمر دارن تو رو فراموشت نمی کنن. ببین ناصر، یه بار دیگه با من اینجوری حرف بزنی یا دیگه؟ چند بار؟ ببین ما داریم با کی درد دل میکنیم؟ آقا اصلا نخواستیم با شما درد دل کنیم، بگی بخواب. $500 بابا جون، طرف خونه با اون خوشگلی و بزرگی داره و اون وقت تو دلت خوش کردی به $500، تو واقعا حقته که ببندنت به گاری. خب آره حقم که، یعنی یه خورده حق با توه، ولی خب خونش چه ربطی به من داره؟ او جون مگه نمیگی مباشرش بهش نارو زده؟ خب مگه نمیگی میخواد مباشره رو ردش کنه؟ مگه نمیگی تو خوشش اومده؟ خب بابا آره. بگو خانم من مباشرت. که چی بشه؟ که چی بشه؟ که بعد یه عمر بدبختی و دربدری بالاخره یه شغل پیدا کنی، که یه حقوق ماهیانه بگی. اصلا شاید همین آدم دیر پروالت گرفت به یه جایی رسید یه وقت. بابا ایول ایول. آره چند سالش هست؟ ها؟ چند سالش هست؟ نه نه بابا نه. چی نه بابا؟ بابا ناصر چون زشت این حرفا چی با جایی ننه بزرگ که ماسنا با اجاقش هم کوله. تو میدونی من چقدر بچه دوست دارم. نه با بچه حالا کی گفت قرار زنت میشه؟ بسته بنال ببینم چی میخوای بگی؟ بابا جون مگه نمیگی پیرزن مهربونیه؟ خیلی خب تموم دیگه، برو تو کارش. جدی؟ بهش بگو که این مباشره خیانت در امانت کرده، بعدم بگیر همه رو بیرون کن. یه کاغذ هم از خودش بگیر که بقیه بتونن که با اجازه خودش داره این کارا رو میکنه. دمت گرم آقا. ما رفتیم کجا؟ حله، میرم هتل پیش زمان خانم، باید برم دلاراشو چنج کنم. نشد دیگه، نشد، اشتباه میکنیم. چی؟ اول باید بری سراغ خونه. خب مباشره رو پیداش میکنی، زیرا بهشو میزنی. خب بعد خب ببینم، حالا ما اومدیم و شدیم وکیل زمان خانم، اون سه تا چجوری از خونه بیرون کنیم؟ ما رفتیم برو. البته زیادم امیدوار نباش که زمان خانم توی دست با چلوفتی بکنه وکیل خودشا. خیلی شوت میزنی. بیا بابا. خیلی معذرت میخوام. ببخش. بفرمایید. ده آقا واسه چی آشغالا رو ریختید همه در این خونه؟ شما؟ من هیچی، یعنی فعلا هیچی. راحت باشی. اصلا باید آشغال ریخته بشه. آره بینیم بابا. بله فعلا هیچی. اگه من تا چند روز دیگه گذاشتم کسی اینجا آشغال بریزه، هر چی میگید بگید. خیلی خوبه، ولی اصلا بهش نمیاد 40 متر باشه.
شفات میدم. تو بچه باش کنم بده؟ هیچی بابا، خدا شفات میده. بله بفرمایید. دهنتون هم شیرین کنید. اگه من تا چند روز دیگه گذاشتم کسی بیاد آشغال از دم در خونه من برداره. جا آقا کاری دارین زنگ بزنه. زنگ زدم زنگشون خرابه. ببینید اون آشش خرابه، مشکل داره زنگشون. خونه دوستام اینجاست. اون ستا هستن که اینجا میشه همسایتون هم دیگه، همونا. بفرمایید. خواهش. خیلی ممنون. بابا من این کاره نیستم، ترک کردم. تو نمیفهمید شما. بابا میخوام ببریمت دکتر، ترکت بدید. نمیخوام بخوریمت که. بابا زور علکی نزن. جنازت هم شده من میبرم بالا. موقع در خونه میری بیرون که سالم شده باشی. دیگه عرض نباشه. با آبروی من بازی نکنیم. من آبرو دارم. اصلا میدونی چیه؟ من ترک میکنم. خودم میرم ترک میکنم. به شرفم قسم ترک میکنم. من اینجا نه. آقا اینجا نه. آقا چی شده؟ میخوام ببرم ترکش بدید. اینجا طبقه اول علی ستا آقای دکتر. اینجا کمک کن برای اینجا چه آخه خونه سمانه خانومه. برو بالا دیگه آقا بفر. ای بابا بابا بدن من بابا مستونیه بالا سمانه خانومه. خبره. آی دکتر به ناموزت قسم من این کاره نیستم. اما من این کارم. بیاریدش تو برو تو. آره یا تو شما نمیاد تو؟ من با اینا نیستم ببخشید. پس بیا تو منتظر بمونید. منتظر چی آخه؟ نوبت. بعد اول معاینتون کنم. ببینم به چی آلوده هستید. آخه دکتر این حرفا چی آلوده؟ چی من آلوده نیستم. اصلا من این کاره نیستم. کدوم معتادی تا حالا گفته که من این کاره هستم؟ بیا تو. آقا یه لحظه اجازه بدیم. ایشون آلوده است که اونجاست. آقا یه لحظه اجازه بدیم. ایشون حالشون بعد بیرونم داش میمرد. تشنج داره. میمیره میمونه رو دست تا اورژانسی. اول به اون برس من اینجا هستم در خدمتتون. در نری فقط. چشم. هستم در خدمتتون. ببخشید پروین پایینه؟ بله پروین پایینه. پروین خانم رو نمیشناسمشون ولی یه خانمی دیدم چند دقیقه پیش اینجا رد شدن. خانم کیه؟ مگه با خانم کار نداره؟ خودتون گفتین پروین. آها علی؟ آرایشگاه پروین. شلوار هنوز مارک نخورده. مارک کمونه. یه 700 تا مارک میدون شاپون بفرسته. 1000 تا مارک کنه. تا اینا رو بزنید تو ماشین بقیه‌اش هم آوردم. میتونم بچه نشدم. برش خودم بهش میگم. تو ماشین رو بردار بیا تو حیاط اینا رو بار بزن فعلا. هفتصد تا شلوار مثل اینکه کم آوردن. قیمتش هم گفتن 1700 مارک. مارک؟ من بی تقصیرم، ایشون گفتن. اون هنوز فرق اسکناس 500 تومانی 1000 تومانی تشخیص نمیده. اون موقع به مارک و دلار میخواد پول بگیره. عجب نامردیه. اون بالا من خالی از این بچه کهرو بگیرم. عزت بیا بیرون ببینم چطوری؟ شاگردته؟ حالا دیگه جنس رو تبدیل نداده پولشو میخوایی؟ کی من؟ چی پیغونه دی به شکلده که من بگه؟
تا غلط بکنه چیزی. من فقط به این شاگردت گفتم بگو مارک کم آوردی. مگه این شاگردت نیستی؟ نه. واسه ببینم تو با کی کار داری تو این ساختمون؟ من فامیل آقای دشتی ام. تشکر من تو الان نیدارت اینجا. برای که من تازه اومدم. فامیل زنشی؟ بله بله فامیل زنشم دیگه. طبقه بالاست. طبقه بالاست. فامیلتون دیگه زن دشتی. آها بله میدونستم خودم. خیلی ممنون. سلام علیکم خانم، حال شما خوبه؟ شما؟ من مسعودم دیگه، آقای دشتی خوبن؟ سلام. سلام. آقای دشتی هستم؟ نه خیر آقامون نیستم. ای بابا، به من گفتن آخه اینجا هم. کی گفت؟ یه دوستی دارن که همیشه باهاش یه قدی داره. نوک اسمش نوک زبونم بود. صفدر افسنجونی؟ آفرین صفدر. صفدر رو من گفت که اینجاست. اون آدرس اینجا رو کجا داره؟ خانم خب دوست صمیمیشه مگه میشه ندونه؟ آخه آدرس اینجا رو هیچ کس نداره. من بیگناهم. من گفتم که با دشتی کار دارم. اونم صاف آدرس اینجا رو به من داد. خدا مارگم بده. تلفن صفدر رو داری؟ نه خانم تلفنشو ندارم ولی میبینم ایشون. تو رو خدا اگه دیدینش بهش بدین دیگه آدرس اینجا رو به هیچ کس نده. زن دشتی میاد اینجا زندگی ما با آتیش میکشه. زن دشتی؟ چی بگم والا؟ خب برادر من شطور سواری که دلا دلا نمیشه. بله بله اصلا دلا دلا نمیشه. اتفاقا من با آقای دشتی بارها گفتم. گفتم دشتی جان قتل که نکردی که زن گرفتی. بیا با همه اعلام کن که بابا هم این زنمه هم اون زنمه. خانم زبونم مو در آورد بس که بهش گفتم. من نمیدونم چرا اینجوری میکنه. آره والا خدا خیرت بده. خواهش میکنم. پس من با اجازهت مرخص میشم. خدافظ. آقا نگفتین آقامون چیکار داشتین؟ خانم این صفدر هست. خیلی آدم مشکوکیه. فقط خواستم بهتون بگم که حواستون بهش باشه. این آدم آدم خطرناکیه. من گفته باشم از من. خداحافظ شما. خداحافظ. من گفتم این صف در یک کاسه زیر نیم کاسه شه ها. ببخشید آقا برو کنار واسه چی بهت کار ببخشید داشتم میرفتم بیرون برو بابا در بالاست ببخشید شما هم یک بار دیگه بریم بالا بیایم پایین بابا خسته شم چند بار این پله ها رو برم و بیام یادگاریه بذار خوب در بیاد بیبریم بالا چشم خانم اول زندگی چشم نگو باید بخ میشی سلام 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 احوال شما چطوری چه خبر خوبی آقا 600 تایی کمی بیاری من سری دست درد نکنه خدمت شما بفرمایید سلام خانم مسعودم خوبی شما قربونتون برم بله بله چه خبرها من که خبرهای خوش دارم براتون خانم بله آماده باشین که با هم دیگه بریم آره من میام بالا کمکتون میکنم که بریم تو را براتون تعریف میکنم بله شما فقط سریع آماده بشید الان من میام بالا کمک میکنم با هم دیگه بریم قربان شما خدافظ اومدم آقا دست شما درد نکنه بله از آسانسور میتونی استفاده کنی بالاخره درست شد این آسانسورتون بس یه لطفی کن یکی از این کارگراتون فرست بیاد بالا که با هم دیگه کمک کنیم چمدونا رو بیاریم پایین متاسفم تو مرخصی ام خب باشه با آسانسور میارمشون پایین عذر میخوام آسانسور مال حمله بار نیست بار بیشتر از 25 کیلو و بعد از راپله بریم پایین خب 25 کیلو 25 کیلوش میکنم میارم پایین چه فرقی میکنه مجموعش 200 کیلو میشه باز هیچ فرقی نمیکنه حالت خوبه ممنونم معلومه خوبی
اگه آسانسور خرابه بگو خب خرابه دیگه. بچه گیر آوردی ما رو، اصلا نخواستیم. خلاصه خانم آقای دشتی اونجا رو کرده پاساژ، باید میدیدین. خانم بفرمایید، خیلی دیر شده، تشریف بیارین، باید عجله کنیم. یک دشتی بسازم که 10 تا دشتی از بغلش دارد. خانم یه چیزی میگم، جسارت نباشه، به نظر من شما حقتونه، آدم نباید به هیچ عهد و نافی اعتماد کنه. من به دو تا چشم هم اعتماد ندارم. بله یعنی نه، ببینید آدم خب به هر حال نباید این قضاوت این شکلی هم بکنه، خیلی هم اصلا یه قابل اعتمادن. من به هیچ کی اعتماد ندارم، هیچ کی. دلار رو چنج کردی؟ بله بله الان میدم خدمتتون. بفرمایید یه دونه چک پولم براتون گرفتم که راحت باشین. بفرمایید. شما چمدونا رو ببر پایین تا من اینا رو میشمارم. شمردم آ، تا خودم نشمارم مطمئن نمیشم. میگم خانم چطوره با من تا پایین بیاین، یه وقت تو راه اینا رو بر ندارم با خودم ببرم، هی با من باشی مطمئن تره. نه راست میگی مادر، باید میام. ولی به شرط اینکه بد اخلاقی نکنی. Thank you.